مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه میگه اونها نمیخوان به میدان جنگ بین آمریکا و ایران تبدیل بشن. نیروهای دموکراتیک سوریه هم پیمان آمریکا در جنگ داعش هستند. شمال شرق سوریه که بیشتر پایگاه‌های آمریکا هم در اونجا قرار داره در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است. مظلوم عبدی در گفتگویی با المانیتور گفت شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی حتی مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه رو هم هدف قرار دادند. سخنان مظلوم عبدی در حالی است که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ غزه ده‌ها بار به مواضع آمریکا در عراق و سوریه حمله راکتی و یا پهپادی کرده‌اند. اگرچه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگه پس از آتش‌بس در غزه، یعنی در چند روز گذشته، هیچ حمله‌ای علیه مواضع آمریکا گزارش نشده، اما به گفته مقامات آمریکا و بریتانیا نقش حکومت ایران و شبه نظامیان نیابتیش در سوریه همچنان جای نگرانیه. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل سه‌شنبه در یک نشست شورای امنیت در مورد شرایط سوریه حملات شبه نظامیان نیابتی حکومت ایران به مواضع آمریکا در عراق و سوریه را محکوم کرد. او گفت هدف قرار دادن این گروه‌های شبه نظامی از سوی آمریکا دفاع از خود بوده. بریتانیا هم از دست داشتن شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در بحران سوریه و همچنین استفاده تهران از فرودگاه لازقیه برای ارسال تسلیحات به سوریه ابراز نگرانی کرده. جیمز کاریوکی از نمایندگان بریتانیا در سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواست تا شبه نظامیانش رو عقب برونه. مقامات حکومت ایران در روزها و هفته‌های گذشته بارها دست داشتن در حملات علیه پایگاه‌های آمریکایی و حتی وجود گروه‌های شبه نظامی در سوریه رو تکذیب کردند، ادعایی که مقامات غربی اون رو به طور کلی رد می‌کنند. دبیر کل ناتو چند روز پیش از تهران خواست تا گروه‌های شبه نظامی‌اش در خاورمیانه رو کنترل کنه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.